افزایش قیمت دلار در ایران، دولت و بانک مرکزی چگونه می توانند جلوی این روند را بگیرند؟ گفتگو با معتادانی که گرچه ساکن هراتند اما می گویند ایرانی هستند. پیتاس 3 بار حفر شدم. بار اول 12 متر، بعد 18 متر و برای سومین بارم 30 متر و در نهایت خشک شدم. و هشدار مسئولان افغان درباره عواقب کم آبی، بحران حل نشود از تروریسم خطرناکتر خواهد شد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته ای که گذشت شاهد افت قابل توجه ارزش پول ملی ایران در برابر دلار آمریکا بود. قیمت دلار در بازار غیر رسمی در طول هفته از کمتر از 11000 تومان در مقطعی به بیشتر از 15000 تومان هم رسید. در کل نرخ ارز در 6 ماه گذشته در ایران بیش از 3 برابر شده. این افزایش به گرانی و کمیاب شدن بعضی کالاها از جمله پوشک بچه و نوار بهداشتی هم منجر شده. سوال اینجاست که چرا نرخ ارز در این یک هفته چنین رشد سریعی داشت و دولت و بانک مرکزی چگونه میتوانند جلوی این روند را بگیرند؟ بهرنگ تاجدین در گزارشش تلاش کرده به این 2 سوال جواب بدهد. شهریور 1397، التهاب بازار دلار. قیمت دلار هر روز بالاتر می رود و بازار شلوغ است و ملتهب. ارزی که بهایش در 2 ماه گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی داشته. اواسط تیر دلار حدود 8000 تومان بود و حتی 20 تیر به 7830 تومان هم رسید. ولی در 3 هفته بعد قیمت کم کم بالا رفت تا 8 مرداد به مرز 12000 تومان برسد. در 1 ماه بعد قیمت کم و بیش ثبات داشته، ولی از شنبه قیمت هر روز بالا و بالاتر رفته و در 4 روز از 11000 تومان به نزدیک به 14000 تومان رسیده. بانک مرکزی خب حفظ قدرت ارزی کشور. شتاب گرفتن افزایش قیمت پس از این حرف‌های شنبه صبح رئیس جدید بانک مرکزی شروع شد. که این اتفاقی در بازار ارز افتاده محصول ناترازی عمیق در واقع ترازنامه سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم این نقدینگیه. این که میگم اصرار ما به تداوم، واقعا هیچ اراده من نمیبینم که دنبال این باشن که نقدینگی رو کند کنن رشدش رو، یا به هر حال فکری برای جمع جور کردنش بشه. جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بر هر چیزی الان اولاست. در واقع من یک بارم عرض کردم ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس بانک مرکزی است و به هر وسیله‌ای که شده این باید تقویت بشه. صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی از این جهت مهمه که 2 راه کلی برای کنترل قیمت دلار وجود داره. راه اول افزایش عرضه، یعنی تزریق ارز به بازاره، که آقای همتی گفت دیگه بانک مرکزی انجامش نمیده. راه دوم کاهش تقاضا، یعنی کم کردن ریال موجود در بازاره. برای این کار دولت و بانک مرکزی میتونن نرخ بهره رو بالا ببرن و اوراق قرضه منتشر کنن، ولی نرخ سود این اوراق یا سود سپرده های بانکی باید اینقدر بالا باشه که مردم احساس کنن این کار از دلار خریدن بیشتر به نفعشونه. به فرض اینکه دولت نرخ بهره رو بالا ببره یا اوراق قرضه منتشر کنه و سعی کنه پول رو از دست مردم بگیره، این مسئله رو حل نخواهد کرد. برای اینکه همین الان به خاطر اینکه تحریم ها انجام خواهد شد و اثری که روی صادرات خواهد داشت و همینطور بر سرمایه گذاری و غیره، علاوه بر اون حتی تقاضا در داخل کشور هم به شدت پایین خواهد اومد. بنابراین بیکاری از این حدی هم که امروز هست بیشتر خواهد شد و یک رکود عظیمی مملکت رو فرا خواهد گرفت. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه داده از منابع خودشان ارز مسافرتی و دانشجویی بفروشند، ولی به قیمت بازار، چیزی که باعث می شود هزینه خانواده هایی که در خارج از کشور دانشجو دارند یا می خواهند مسافرت خارجی بروند افزایش قابل توجهی پیدا کند. قیمت پوشک تقریباً 2 برابر شده نسبت به 3 روز پیش. ولی اثرات 3 برابر شدن قیمت ارز در 6 ماه را خیلی ها این روزها در زندگیشان احساس می کنند. 5 6000 تومان.
مشکل فقط گران شدن پوشک و نوار بهداشتی نیست. برای چی به ما 4 تا پوشک نمیدی؟ از بالا به ما چی رسیدی که ببینید؟ بعضی فروشگاه ها سهمیه بندی کردند. کلی از این پوشک ها مجبور شدن بخرن و بار بزنن برای اینکه و مردمی که نگران نایاب شدنش هستند به انبار کردن آن روی می آورند. بعید نیست که این داستان درباره کالاهای دیگری هم تکرار شود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بعضی از معتادانی که به تازگی از ایران به شهر مرزی هرات افغانستان فرستاده شدند میگویند ایرانی هستند. عده‌ای از آنها میگویند مسئولان به ادعای ایرانی بودن آنها توجه نکردند. مسئولان کنسولگری ایران در شهر هرات اما تابعیت ایرانی این افراد را رد کردند. شمار این اخراجی‌ها به 400 نفر میرسد. محمد قاضی‌زاده خبرنگار ما در هرات به دیدن این افراد رفته. سعید، حسین است، مسعود است، غلام است، جاسم است، قاسم است. از کجا هستی؟ از کدام شهره؟ از دوره جنگ خامنه‌ای است، به سمت تهران، پایتخت. بلکه تهران. به کدام شهر میشی؟ خانواده باره مجا خونه دم قصد گرفته بود عربای خیرمان. خانوادت به کجا؟ مرماس تو خرم شهر آبادان، زمان جنگ مجا بودیم است. اسمش را بیاد ندارد، اما جنگ ایران و عراق را چرا؟ حالا فرق زیاد به حالش ندارد که کجا زندگیش دود می شود. آب میوه‌ای که برایش طعم وطن می دهد و کوله‌باری که تمام زندگیش در آن است. 2 سال پیش به ظن افغان بودن رد مرز شده. در حال حاضر حدود 2300 الی 400 نفر ایرانی موجود هست در این شهر هرات که اعتیاد دارند و همینطوری بلا مکان بی تکلیف موندن اینجا، نه راه رفتن دارند، از اینجا هم که تا حدودی راضی نیستند. حقیقت هم رد مرز شدن، بله همشون از شهرهای مختلف، از تهران، کرج، اصفهان، شیراز. استخر کوچک مرکز درمانی هرات ظرفیت پذیرایی از این همه مهمانان را ندارد. شهری که 60,000 معتاد بر روی دوشش سنگینی میکند. تمام بلوارهای داخل شهر ما که لکه دلار مصرف شده بزینا امروز جایهای مواد زدنه. ما هم الک به داخل این شهر خو از ایران، پاکستان، عراق کسانی داریم که معتادم از کشورهای هم مرز مستم، یا مثلا از ایران بره طرف به عراق و بگیر تر دمرز کده به نام افغانی، از پاکستان معتاد بده پردی و نشده به نام افغانی بیاماده بیزی شهر داره زندگی میکنه. علی بزری را دوستان هراتیش محمد صدا می کنند. برای فرار از سنگینی کار به تریاک، چرس و شیشه پناه آورده. کارتون خواب شده بود. اونجا بزرگتر ها اسم نوشته کردم که خاطر اندیوال ما اریتی بودم، خود اینا کار کردیم. دیگه مارم بیاردم خودم به جمع وزیفه آوردم. به جمع افغان ها؟ مرد مرزی های افغان ها آوردن؟ آره دیگه. مواد مخدر برای کسانی که با آن اعتیاد دارند همیشه و همه جا سرنوشت یکسان، تلخ و دردناک رقم میزنه. فرق نمیکنه اهل کجا باشند، ولی آنانی که دچار غربت ناخواسته هم میشوند شاید بیشتر درد میکشند. مقام ها در هرات میگویند تا اکنون کسی با عنوان شهروند ایرانی با آنها مراجعه نکرده تا زمینه درمان و سپس بازگشت آنها را فراهم کنند. سفارت ایران چیزی هم که ادعا کرده گفت حالا کسایی هستن افغانستان، از افغانستان رفتن اونجا تولد به ایران شدن، لهجهشان هم کاملا ایرانی است، آدرس هم خوب بلد هستن، اینا ملاک نمیشه که او شخص ایرانی باشه. ما شنیدیم اما که مستقیم به ما مراجعه کرده باشه نیامدن تا حالا. شهرهای بزرگ افغانستان کانون اصلی معتادان شده. این موزل در شهرهای مرزی مثل هرات، فرا و نیمروز بیشتر به چشم می‌خورد. نزدیکی افغانستان، بزرگترین تهیه کننده مواد مخدر جهان با ایران، دسترسی آسان شهروندان ایرانی به مواد مخدر ارزانتر و با کیفیت‌تر را فراهم کرده. بر اساس آمارها، نزدیک به 3 میلیون ایرانی به صورت مستمر مواد مخدر مصرف می کنند. افغانستان هم با 3 میلیون معتاد دست به گریبان است. شمار زیاده از معتادان افغان از ایران به کشورشان برگشتند. به نظر می رسد که دو همسایه به پذیرایی از مهمانان ناخوانده یکدیگر عادت کردند. محمد قاضی‌زاده،
بی بی سی، هرات. کم آبی در افغانستان وارد مرحله بحرانی شده است. مسئولان میگویند که سطح آب در بعضی از ولایت‌ها تا 20 متر پایین رفته و اگر مشکل کم آبی حل نشود، به مشکلی جدی‌تر از تروریسم و ناامنی تبدیل خواهد شد. جزئیات بیشتر از علی حسینی از کابل. کار روزانه بسیاری از باشندگان کابل. خوشدا بجا. با دنبال آب در خانه همسایه. شمار خانه‌هایی که در کابل چاه دوم را کندند زیاد شده. این چاه سه بار حفر شده. بار اول 12 متر، بعد 18 متر و برای سومین بارم 30 متر و در نهایت خشک شده. صاحب خانه مجبور شد این چاه را به عمق 50 متر حفر کنم. اما آبی که از این چاه به دست می آید به سختی آب مورد نیاز برای نوشیدن اهل خانه را کفایت می کند. در حدود بیشتر از 500 خانه در این کوچه زندگی میکنند که هر کدامش دو چاه تا بچای سیوم هم مجبور شدند، چون در 50 متر اینجا آب خشک است. اکثرت مردم با مشکلات روبرو است. منطقه بعض مردم ها حتی از گلباغ و اساهای دور آب آشامیدنی به خود میارند، چون اونا بیخی چانه دارن یا اقتصادشون ضعیف است. شرکت های توزیع آب مثل این یکی هم با حفر چاه های عمیق نتوانستند آب مورد نیاز مردم را تامین کنند. بعد از اون چای 120 متر را حفر کردیم که این هم زود خشک شد و ما رو آوردیم به طرف شرکت های خصوصی که وعده کرده بودند که بر ما 24 ساعت آب میتن، که آنها هم به مرور زمان آبشان کم شد و نتونستن بر ما آب بدهند. فقط 2 ساعت در 24 ساعت بر ما آب میتن و او هم زمانش معین نیست. بررسی وزارت انرژی و آب نشان می‌دهد که سطح آب در افغانستان چندین متر پایین رفته. مثلا در هرات 7 متر و در کابل 20 متر. چرخه خشکسالی هم از 70 سال به 7 سال رسیده. برف و باران کم، استفاده زیاد از آب و تغییر سبک زندگی مردم از عوامل کم آبی عنوان شده. رئیس شرکت آبرسانی افغانستان میگوید آب بی‌رویه نه ظالمانه استفاده می شود. به گفته او مشکل کم آبی وارد مرحله بحران شده. در هر ولایت ما به حد کافی در افغانستان که بر ما نگران کننده هست. ما پایین رفتن سطح آب شاهد بودیم بنابر دلایل مختلفش. به حد ما شخصا نگران مصارف بیجا از آب با در نظر داشت وضعیت فیلی ما و آنچه که ما داریم دوباره به زیر زمین روان میکنیم، اگر همین تناسب رو با هم دیگر مقایسه بکنیم، ما میخواهیم که کوتاه بگویم که عوض وضوع باید تیمم بکنیم. مسئول اول رسیدگی به مشکل کم آبی در افغانستان به این نظر است که در آینده نزدیک بحران آب به چالشی جدی‌تر از تروریسم و ناامنی تبدیل خواهد شد اگر سطح آب پایین‌تر برود و چاه ها این گونه خشک شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی در بعضی شهرهای بزرگ افغانستان به وضعیت بحرانی رسیده. به گفته دولت سطح آب زیرزمینی در برخی مناطق 22 متر پایین نشسته. خبرنگارمان زمزمه نیازی به سد آب شاه و عروس در شمال کابل رفته که قرار است بخشی از آب آشامیدنی پایتخت را تأمین کند. تختی از سیخ‌های گل، سد برای مهار آب‌های کابل، بند معروف شاه و عروس در شمال کابل. 8 سال پیش اولین سنگ بنای آن گذاشته شد. سد بزرگی که قرار است بخش بزرگی از شهروندان پایتخت را آب دهد. این بند به خاطر اهداف مختلف اعمار شده که از جمله رساندن آب آشامیدنی به شهریان کابل است که 5 میلیون متر مکعب است، تولید 1.2 مگاوات برق است و همچنان مقدار باقی مانده آب به خاطر آبیاری ساحات مربوطه ولسوالی شکردره استفاده میشه. تکمیل شدن این سد برای جلوگیری از تبدیل شدن کمبود آب به یک بحران تمام عیار برای پایتخت نقش حیاتی دارد.
صده که 48 میلیون دلار برای آن هزینه و 80% کارش هم تمام شده. این بند که گفته می شود سالانه ظرفیت 30 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت، آبش به 3 حصه تقسیم می شود. بخش عظیمش به آبیاری و انرژی و تنها 5 میلیون متر مکعب آبش تا خانه های بی آب شهروندان کابل می رسد. حفر چاه چاره دیگر برای کمبود آب کابل. قرار نیست از این چاه ها آب کشیده شود. برای تطبیق برنامه تزریق مصنوعی آب، 40 چاه در 4 گوشه شهر کنده می شود. اولین تجربه از این دست برای دولت. یکی چاه عمیق است که فرم می شود، داخلش آبای سطحی بعد از تصفیه تزریق می شود. یک سیستم است. سیستم دیگر چاه های دارای قطر بزرگ هستند که اینا عمقشان باز کمتر است، در طبقات آبداری که خوب قابل جذب باشه در اونجا افاری می شود و آبای سطحی به داخل از این تزریق می شود. سیستم سوم از این به شکل شدیار یا دندو که ما شما میگیم که مو طبقات که غیر قابل نفوذ از او برداشته می شود، وقتی به طبقات قابل نفوذ می رسیم آبای سطحی که آلوده نباشه او را ما داخل از او به شکل یک کل دند می سازیم. کابل پایتخت نمونه از شهرهای روبرو با مشکل کم آبی در افغانستان است. جمعیت رو به افزایش شهرها، حفر چاهای نیمه عمیق در دل هزاران خانه و مصرف بی‌رویه آب می تواند نقشه های دولت برای حل مشکل آب را نقشه بر آب کند. زمزم نیازی، بی بی سی، کابل. بر اساس نتایج یک پژوهش، حضور نداشتن زنان کشاورز در انجمنهای مصرف کنندگان آب تاجیکستان باعث می شود که زنان کشاورز نسبت به مردها آب کمتری برای مزارعشان دریافت کنند. اما زنانی هستند که قالب‌ها را می شکنند و از این سطح ها عبور می کنند. خبرنگار ما سهراب ضیا به دیدار زنی در جنوب تاجیکستان رفته که یکی از 13 مدیر زن انجمنهای مصرف کنندگان آب در این کشور است. کمبودی آب و گرمای شدید نیحال های پنبه را به چنین حال افکنده. در دهستان خلیوردی ناحیه بلخی در جنوب تاجیکستان 134 هکتار مزرعه پنبه از کمابی آسیب دیده. اساسی زندگی مردم از کشاورزی است، برای اینکه دیگر در اینجا جای کار نیست. نرسیدن آب به همه اولاهی که در همین جا کشتی کار قطعی مشغول هستند، اینچنین دهقانان تأثیر منفی می رساند. آبچکاران یکی از 9 انجمن مصرف کنندگان آب در این ناحیه است. اعضای آن 2400 هکتار زمین دارند. انجمن را خودی کشاورزان مدیریت می کنند. هر کشاورز سال معادل 5.5 دلار حق العضویت می دهد. خرج آب مصرف شده به هر هکتار زمین با توجه به نوع محصول سال از 4 تا 20 دلار است. مدیریت انجمنهای مصرف کنندگان آب عمدتاً با مرد هاست. در تاجیکستان تنها 13 زن این انجمنها را رهبری می کنند. اغلای عبدالایوا یکی از آنهاست. این انجمن شامل بیش از 500 واحد کشاورزی است. 30% آنها با کمابی روبرو هستند. آب این خون همین زمین است. همین برای همین اگر آب نباشد حاصل نوکی پس می شود. اغلای مزاره هم دارد. پارسال از فروشی پنبه 4 رسک گاو خرید. آنها را پروریش می کند تا با پولی بیشتر بفروشد. دامادش با او کمک می کند. یگانه پسرش در روسیه است. 3 دخترش از سهامداران مزاره اش هستند. تأسیس انجمنهای مصرف کنندگان آب را برای استفاده مؤثر از آب مهم میداند. یک اتحادیه، یک گروه مردمی که همه پرابلم خودشون حل کردن و متحد شدن. این منو ما همه خیلی میفهمونیم و میگیم که تو به رئیس حکومت آورده آب نمیتید، رئیس جماعت آورده نمیتید، مثال تو به خودت میبیاری آب، خودت میبیاری، خودت استفاده میبری، با بسنده باشد با همسایت به میتی. تاجیکستان کشور کوهستانی است و سرشار از ذخایر آب، اما مدیریت غیر مؤثر آب از چالش های عمده در این کشور است. پژوهش اینستیتوی بین المللی مدیریت آب در میان 2000 واحد کشاورزی و 2000 خانواده
در جنوب تاجیکستان انجام شده است. بر اساس این پژوهش، افزون بر تغییرات اقلیمی، مهاجرت مردان هم مشکلات برای عرصه کشاورزی تاجیکستان ایجاد کرده است. 56% of people in agriculture in Tajikistan are women now. 56% کشاورزی تاجیکستان را زنان انجام میدن. علاوه بر تامین آب برای مصرف خانگی، زنان مسئولیت آبیاری مزارع را هم بر عهده میگیرن. این قبلا کار مردان بود. آبیاری مزارع بیشتر شبانه صورت میگیره، اما زنان شب هنگام بیرون نمیرن چون احساس خطر میکنن. در نتیجه مزارع زیادی از آب محروم میشن. طبق این پژوهش، آموزش شیوه های استفاده صرفه‌جویانه از آب برای کشاورزان به رفع کمابی کمک می کند. در مناطقی که چنین دوره های برگزار شده، اختلاف بر سر توزیع ذخایر آب کمتر مشاهده می شود. اوغلای عبداللایوا برای رفع کمابی از برنامه جهانی غذا بیش از 100 هزار دلار کمک بلاعوض گرفته. با این پول ژنراتور، پمپ و لوله خریده میخواهد 134 هکتار زمین را شاداب سازد. هدفی که او و روستاییان دیگر را متحد کرده. سهراب ضیا، بی بی سی، جنوب تاجیکستان. خالد حسینی نویسنده کتاب‌های پرفروشی مثل باد بادک باز و هزار خورشید تابان کتاب تازه‌ای نوشته که به مناسبت سالروز مرگ آلان کردی، کودک پناهجوی سوری منتشر کرده. او در رویال فستیوال هال لندن درباره کتاب دعای دریا صحبت کرد. ضیا شهریار هم آنجا بود. 3 سال پیش بود که این تصویر کودک 3 ساله سوری در شنهای سواحل مدیترانه دنیا را به درد آورد. داستان غم‌انگیز آلان کردی منبع الهام کتاب مصور شد که خالد حسینی، رمان نویس معروف افغان آمریکایی، آن را نوشته است. دعای دریا داستان پدر پناهجوی سوری است که پسر خردسالش را در ساحل در آغوش دارد و در حال انتظار برای عبور از دریا با او درباره گذشته های زیبا و مصیبت های حال می گوید. مادرت امشب اینجاست مروان، با ما در این ساحل سرد که نور ماه روشنش کرده، در بین بچه هایی که گریه می کنند و زن هایی که از نگرانی هایشان به زبان های حرف می زنند که ما نمی فهمیم، افغان ها، سومالیایی ها و عراقی ها و اریتریایی ها و سوریایی ها، همه ما بیقرار و منتظر طلوع آفتاب، همه ما در وحشت از طلوع آفتاب، همه ما در جستجوی خانه. خالد حسینی که با کتاب باد بادک باز یا کاغذ پران باز به شهرت جهانی رسید، دیروز در این مراسم از داستان تلخ پناهجویی گفت و اینکه نگران است گسترش موج راستگرایی در اروپا و آمریکا مردم غرب را از درک تراژدی انسان‌هایی که به سختی تصمیم به ترک خانه و کاشانه خود می‌گیرند محروم بسازد. کوکو کمبل از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کتاب دعای دریا را یک اثر بیمانند می‌داند. همه چیز در مورد پروژه دعای دریا برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مهمه. این کتاب سفر فوق‌العاده‌ای رو پیموده. ابتدا در اوایل سال 2017 از خالد خواستیم تا در یک مراسم خصوصی کمیساریای پناهندگان چیزی بخواند و خالد گفت اگه موافق باشین ترجیح میدم چیزی از کتابم نخونم، چون قصد دارم در این مورد کتابی بنویسم. همه خوشحال شدیم. اول شبیه قطعه مونولوگ یا تک‌گویی بود که بعداً به این کتاب تبدیل شد. دعای دریا همزمان با انتشار آن به انگلیسی به 35 زبان دیگر جهان ترجمه و منتشر شده، از جمله به زبان‌های فارسی، پشتو و ازبکی، که مسئولیت ترجمه و انتشار آن به این 3 زبان را نشر نبشت با عهده داشت. صدها نفر در این تالار باشکو در مرکز لندن گرده هم آمده بودند تا داستان پناهجویی را از زبان کسی بشنوند که خودش پناهنده بوده، زیباترین آثار را در مورد پناهندگی نوشته و حالا مشهورترین سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد برای پناهندگی است. پیام خالد حسینی برای مخاطبین در اینجا بسیار روشن بود. هر پناهنده داستان خود را داره و او خود را مسئول می‌داند تا راوی این داستان‌ها باشد.
خالد حسینی در این مراسم کتاب دعای دریا را به الان کردی و هزارها پناهجوی اهدا کرد که جانشان را در راه رسیدن به زندگی در یک مکان امن از دست دادند. ضیا شهریار، بی بی سی، لندن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.